واژه عشق واژه غالب و مستولی است. عشق به وطن، عشق به آب و خاک. ببخشید آقای حیاتی، من میخواستم نکته رو بگم که این عشق به امام فراموشتون نشه، چون اول امام به وجود اومد و اینا و اونا، بعدش عشق به وجود اومد، بعدم آقای احمدی نژاد. البته یعنی فاصله بین امام و آقا محمود عشقه، البته خود آقا محمودن عشقن. شما البته ادامه بدید، من عشقم زود در میاد، میرم الان برمیگردم. ببخشید. عشق و علاقه و ارادت ما به شما در یک واژه نهفته است، در یک کلام، و آن کلام آخش آباریکلا. من که گفتم عشق یعنی یک کلمه، یعنی همون امام دیگه، منظور امامه. بله خیلی ممنون اینا بود. سردار صفوی، لبخندهای همیشگی شما بسیار برای ما جالب. ببخشید، منم یه نکته جالب میخواستم در رابطه با چهره این آقای رحیم صفوی بگم. شما تبسم رو گفتین و اینا و اونا، منم یه چیز خاصی تو تتمه نگاه آقای رحیم صفوی هست که من قبلا تو سینما دیده بودم، حالا دقیق یادم کدوم فیلم بود، فرانکشتین. خدا پدر کینگ کونگ رو بیامرزه، واقعا پیش این آقای رحیم صفوی مثل زیبای خفته میمونه. بلش کن، شما ادامه بدید، شما ادامه بدید. بعد خدمت رو ارز کنم، بذار من صادقانه صحبت کنیم. میکروفون دوستان هنوز آماده نکردن برای استاد علی معلم، شاید تو دقیقه دیگر میکروفون آماده میکنم و بتونیم از صحبت کنیم. آخه رابل بندی، اگه صادقانه دینه پس اگه بخوای دروغ بگی چی میگی؟ والا میکروفون که از ده دقیقه پیش دست منه، من منتها دهن این آقای معلم رو پیدا نمی کنم که بزنم صدا شما بگیریم. ولی خب شما شروع کنی، من باز جستجو میکنم ببینم خلاصه صدا کجا میاد که این میکروفون رو من بزنم اونجا. بله معلم، که میکروفون رو بزنم اونجا. سلام علیکم رو با بینندگان بکنید. فراموش هم میشود. خواهش میکنم. ببخشید، البته به وی اگه سلام علیک کرده یادت میره، بعد چطور یادت مونده و کلا غیر جدی تو رو سرت بذاری اینا اونا؟ تو خجالت نمیکشی با این زلفای دوم اسبیت که مثل لیف کیسه میمونه اومدی تو تلویزیون؟ آقای حیاتی ببخشید، مگه اینجا برنامه راز بقاست که این بابا رو برداشتی آوردی؟ باز خوبه حالا عینک زده فهمیدیم چشماش کجاست، چون من هرچی میگردم دهن این بابا رو هنو پیدا نمی کنم. البته ببخشید شما به ادامه بدید. بله بله، سوال اول از مردم و اینکه مردم از خودشان بپرسن آیا شناسنامه دارن یا ندارن. آقای معلم از خودتون بپرسین، چرا مردم از خودشون بپرسن؟ شما خودتون شناسنامه دارین و اینا و اونا و بره و بیاد؟ عکسم داره؟ چون قیافتون با کلامتون همچین مجزا هم که بشن دخل آدم رو میانم. وای به دیگه به تلفیقشون، شما موافقین؟ شما توی یه برنامه همه چیزتون رو نکنین، یا کلام باشه یا تصویر، دوتاش با هم دیگه هرومرش میشه. توی این داستان صرفه‌جویی هم که هست دیگه شما هم هرومرش نکن، این دنیای بی سبکی فعلی خودش سبک خاصیه. خیلی متشکرم از لطف شما. خواهش میکنم اختیار دارین شما. حالا این آقای معلم رو ول کنیم همینجا، خاک انداز بیارین این سردار رو که اینجا ریخته جمع و جورش کنیم. سردار بفرمایید. سردار البته باید بگیم دکتر جی، من فکر کنم سردار رو یعنی شما سرباز هستیم، ما رو یه پاسدار ساده هستیم، ما رو فقط دکتر آقا هستید شما. حالا خوبه ساده اینجا راست میگه این قزبید، یه حرف راست که میزنه همینه قربوزه. دکتر هم هستین شما، مهندس هم هستین، از دردونه بابا هم هستین شما. نخند دوباره جنگ شروع میشه، دنیای غریبی ها، پاسترا که میبرن دکتر میشن، عجب دنیاییه. خدمت هستم، یه نکته ای که مطرح میشه، به سال 1404 در چه جایگاهی خواهیم بود؟ من با اطلاع عرض میکنم که تو نمیخوا با اطلاع عرض کنی؟ تو تا تابستون 86 بیشتر با مقام عظما و ما نیومدی، چجوری میخوای بری تا 1404؟ عزیب و اسم رفت تو قدنامه و اینا، از اون بر خود دینا و اونا و اونا دلیفی تو هم بشی خودتو گم کردی، دو روز موجود شدی صحبت 1404 رو میکنی. ما با این آقای حیاتی نگران آخر 87یم، بذار ببینیم امسالمون به ده میرسه، تا اینجاش چکی اومدیم، بعد برو سراغ 1404. سوال از امروز بکن، سوال از امروز. امروز کجا هستیم؟ تو میزه ده بیوکتی جا پتو و اینا و اونا و
تو باز اومدی سوال کنی جفتک زدی که. خب امروز که معلومه کجایی، بر دل آقا معلم. نه تو بگو از کجا تا کجا میخوایم بریم. آره اینا رو بگو. از ایران به عراق، از عراق به سوریه تا لبنان. آقای دکتر شما تا لبنان رفتین خسته شدین، اجازه بدین من بقیهشو میرم. از اون بر میندازیم میای که دیگه میخوریم. خلاصه ته اون کوچش همین استودیوی ماست که دیگه میرسی میبینی اینجا نشسته حیاتی. ببین حیاتی معلوم نیست تو حیاتی یا تو حیات خلوتی، اصلا معلوم نیست وضعیتت چطوری. دیلاق تو کلمه تو این برنامه حرف چرا نمیزنی؟ تو یک ساعت این برنامه شروع شده تو یه نکته جالب نمیدی که زبونت به چرخ سقط با بشه؟ برای من یه نکته که خیلی جالبه، آقای دکتر صفوی امشب با لباس شخصی و با یه کت شلوار تشریف آوردن اینجا. نبی من فکر کردم آس این برنامه منم، ولی الان فهمیدم که خیلی خرم، چون تو حتی نظر خواستم با این سوال کردنه. خب با چی تشریف بیارن؟ با پیژامه؟ اگه پیژامه بپوشه راضی میشی؟ خب لباسشو مقام عظما ازش گرفته دیگه اینا و اونا. همین لباس هم معلوم زد کجا گرفته بلند کرده با اینا و اونا و اونا. من از دوست صفوی اجازه گرفتم، گفتم که میخوام وارد یه مقدار حریم خصوصی خودشون هم بشین. مسائل خصوصی رحیم صفوی؟ نه 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 وارد نشی، افتضاح میشه. آقای رحیم صفوی به گور بابای محترمشون خندیدن که وارد این بحث بشن. خود شورش نمیرسه، من به خاطر مقام عظما که شده نمیذارم ایشون از حریم خصوصیش بگی. یعنی اگه بره و اینا و اونا اصلا نمیخواد تو سوال کنی، نمیخواد. من خودت سوال میکنم آقای معلم، شما چند ساله که با منقل مقام عظما زلفاتو افشون میکنی در متن جمهوری اسلامی قصیده و غزل میگی؟ من به تقویم نمیتونم جواب کنم بدم. چرا؟ خب چرا نداره، طرف سلام علیک یادش میره، تو سوال میپرسی ازش، تو هم دیگه نمیخواد سوال کنی اینا و اونا. ببین حیاتی آخرین فرصت، یه سوال بکن از این آقا معلم، از این بیرمقی در بیاد. باشه یه سوال درست درمون بکن، بگرم یه اونجا میتونم تو پودی ها. اونجوری که اطلاع دارم سرود شعر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران رو مسیح جنوالی سرودی، درسته؟ نه همکاری داشتی تو این؟ نه متاسفم. آه چون من شنیدم مثل که حالا یا همکاری داشتید یا یه حدودی. خب حالا نظرتون در ارتباط با این سرود ملی چی هست؟ نخواستیم تو یکی نظر بدی. تو سرود ملی رو هم نگفتی؟ نه متاسفم. نه و نکمه، پس برای چی اومدی توی برنامه با این تیپ غلطه؟ دی سرود ملی هم نتونستی بگی تو و اینا و اونا. هن تو هم که کلت دو تا سوال توی این برنامه کردی، منم توی این برنامه خراب کردی با این وضعیت آفسایدت. این رأی مشاورم که ستاره هاشو مقام عظما کنده، تو هفت‌آسمون یه ستاره هم نداره. این خانت خراب شه، رحیم صفوی پدر ملت در رو بودو میذارم دک و بوزتو میارم پای. خب نرده چه قیافه ای تو بسی خود درست کردی؟ نخند تو هم با اون قیافه تنیسی تاکسی دوت مثل یه گله برف میمونی یخچال. آفتاب این برنامه من هم، آی نبی و اینا و برو، الان هم موقع غروب کردن همه، بیا و برو و اینا و اونا و آی نبی.